میتونیم بیایم و آنچه که در حال حاضر میگذره رو جدا و تفکیک بکنیم از تاریخ سرزمینی افرادی که در اونجا بودن چه یهودیان بودن چه ایرانیان بودن چه کردان بودن چه فنیقیا بودن ولی فنیقیا از بین رفتن بابلیان از بین رفتن یونانیان او یونان اقتدار یونان شما یونان رو ببینید چیه یونان دقت دقت میکنید ترکیه امپراتوری امپراتور 400 سال در سلطه بودن که اعراب و زیر خلافت خودشون به عنوان سلطان و خلافت می انگاشتن که آتاتورک اومد و اونو باطل کرد خب برحال اصلا کاری اصلا با اسلام اسلام ندارم حتی آنچه که یاد میدن در مدارس خودشون به زبان ترکی است از اسلام ولی نیو که در حال حاضر اسلامگرایان افراتی و اخوان المسلمین که بر مبنای حسن البنا و سید قطب و حالا المودودی و غیره آمده بیان شده رو سلفیگری رو آمدند بپیش برن در مصر آیا از اون گنجینه نیاکان خودشون از حسن البنا پرسیدن چرا؟ شما عرب زبان شدین گفتن به خاطر که ما فردوسی پیر توست رو نداشتیم شاهنامه ای رو نداشتیم که بیاد بازگو بکنه آنچه بر ما گذشته آنچه که پروژیکشری که ایرانیان بر این داشتن به عنوان یک وضعیتی که در بین اسلامگرایان افراطی گیر کرده بودن یا میباید اسلام رو تسلیم بکنن بگن یا سلام یا اینکه باید سرشون زده میشد رو شما نمیتونید انکار بکنید تاریخ اسلام رو شما نمیتونید انکار بکنید که با شمشیر روی کار اومده چگونه میکنه هفته دو نه کشور رو زیر بار و بار خودش یا آنچه که به عنوان تمدن اسلامی که برگرفته از یکایی که تمدنیان از نظر دیوان سالاری ایرانی از نظر یکایی که مذاهبی که روی کارا بردن همانا المالکی الشافعی گرفته تا حالا جعفریشو بزنیم که انا دوازدامه هفته به مایه شو ولی برحال که شیعیان و تشایی روی کارا بردن تصنن رو بر از, مذا... از, مذا... از نظر مذاهب خودش حالا صحبت از آنچه که در عربستان هستش که صحبت از مذاهبی میشه که به حال افراد گرا هستن که در حال تمایل بر این هستش که ابن سلمان تا اونجایی که ممکنه محمد ابن سلمان تا تا اونجایی که ممکنه ملایماتی داشته باشه در این اسلام که حتی بتونن با اسرائیل به توافق برسند و راه حج رو باز بکنند از طریق راه هم که بتونن افراد عرب بتونن خودشون رو به حج برسونن خب حال شما میبینید که یکای که تمدن ای... یعنی اسلامی رو ایرانیان ساختند و ایرانیان رو شما نمیتونید انکار بکنید تمدن هفت س... هف هزار سال ایرانی رو بگید که اینها یهودی بودن آنوسی بودن و غیران رو شما نمیتونید انکار بکنید تمدن هفت هزار سال ایران حد چقدر هم باشه همینطور که در گرون وستا به دنبال الهام بخشی بیرون آمدن از اون قرون وسطا بودن از طریق اندیشه ورزی از طریق خرد ورزی. که بتونند کلیسای کاتولیک رو کنار بزنن و پروتستان ها که سالها با یکدیگر می اون خردورزی بود خردورزی دکارت خردورزی که به حال رازی که آمده بود و پرسشگری رو که در یهودیت نهادینه شده 3300 سال میپرسند شب اول پسح میپرسند چه بود چگونه چه بود ما نان فتیر خوردیم و به این گونه از مصر بیرون اومدیم 3300 سال بعد نهاده نشده ولی وقتی که ما میان بحثی رو داریم مطرح میکنیم از نقطه نظر مردم شناسی که میخوایم یک پروجکشنی داشته باشیم از این چی که از آنچه که در حال حاضر داره میگذره دنیای مدرن و صنعت چاپ و غیره و آنچه که قرآن رو به در چه سالی اینها یافت کردن و و خب از اون موقع پس ما میتونیم انکار قرآن رو انکار بکنه آنچه که در قرآن نوشته شده و اینی که چرا به, آیه های مکی از مدنی از همدیگه جدا نیست و با همدیگه آمده یعنی قاطی شده به این گونه که حال یک یک ایرانی آیا میدونه داره چی میخونه به نمازی که داره میذاره میدونه از کجا برگرفته هست چگونه اسلامیزه شد ایران دوران صفوی و صوفی و شیعی به چگونه آمدن و پیاده کردن اسلام و جبل آملی ها رو به ایران آوردن چگونه ممکنه یک ایرانی قرآن رو داره تلاوت میکنه صبح تا شب و میاد و نماز خودش رو به جا میاره به عنوان یک باورمند ولی از طرف دیگه آشنایی داره با آنچه که به زبان پارسی که ترجمه شده به چه گونه آمدن به چه گونه داره میگه قتل و غارت و زور و زر و تزویر و زن تیزی رو برآمده از آن میدانند که یکایک امارات اسلامی دولت الاسلامی جمهوریت الاسلامی و خلافت الاسلامی یکایک به دنبال صدر اسلام هستند اسلامیون چه گلی در اصل به سر 79 کشور به سر مردمان خودشون زدن مگر نه به حال در حال حاضر میگیم جزو کشورهای جهان سوم هستن با تمام اون سرمایه ملی که در اختیارشون داشته و دارن چگونه اون رو به یغما بردن چگونه اون رو تبعیض قائل شدن بین سنی و شیعه بین افرادی که دگر اندیش هستن و اونها رو به زندان ها انداختن با کتابی که خود رازی قبل از دکارت سالهای سال قبل نوشته بود از پرسشگری و شک و شپهی که ایجاد کرده با همون کتاب انقدر از تو سرش زدن که کور شد و از او پرسیدن نمیخو تو همه رو شفا دادی چگونه ممکن است که خود را نمیتونی شفا بدی گفت چه, چه ببینم جهالت بلاحت یا خردورزی یا اینی که افرادی که به دنبال استهمار و استکبار و استثمار مردمی هستن از طریق گزلایتین و تحمیق دیگران سفسته و مغلطه